این هم مواد اول که نیاز هست برای سس مارینارا، سس بشمل و لازانیا که ما میخواییم امروز با هم درست کنیم. محل اول بچه ها اینه که ما سس مارینارا با هم درست کنیم. بیس سس مارینارا گوجه است. روش درست کردن من اینه که من نصف میکنم گوجه رو و میذارم تو فر با یه ذره سیر و ادویه که اون مزه شیرین دودی گوجه در بیاد، ولی شما میتونین کنسروش هم استفاده کنین، مشکلی نیست. ولی بگم که این کلن این مدل رسیپی که من امروز دارم نشون میدم، مدلی که اونایی که بلند ندارن میتونن این سوس رو در بیارن راحت و من روشش رو الان نشون میدم. بعد از که گوجه نفس کردیم و گذاشتیم توی ظرف فر یا بیکینگ تری ما بهش میگیم، ما یه ذره سیر توش میذاریم، دونای گارلیک کلوف، یه 5-6 تا کافیه، حالا اونایی که سیر دوست دارن بیشتر بزنین، یه ذره ادویه ایتالیایی که حالا اون شرکتی که من خرید میکنم اینجا تگ میکنم، و یه ذره روغن زیتون. بعد اینو قشنگ میذارین تو فر حداقل بالا 45 دقیقه تو فر رو 200 درجه که قشنگ اون آبش در بیار و اون شیرینی طبیعی گوجه در بیار و اون مزه دودی. یه ذره نمک فلفل ما میزنیم، بعدش که این آماده است برای گذاشتن تو فر، همینا میزنیم تو فر برای 45 دقیقه که قشنگ بپزه و آماده شه برای محل بعدی. ما هم الان قاش داریم آماده میکنیم. من معمولا قاش اصلا اضافه نمیکنم تو لازانیا، ولی خب لازانیا چند مدل هست، یعنی لازانیا یه جور غذاست که شما میتونید هم مدلی درست کنید. من شخصا قاش نمیزنم، ولی میدونم که خیلیاتون قاش دوست دارن، من دیگه قاشم دارم اضافه میکنم. این قاش رو خیلی مهمه که خود خود کنین، یعنی زیاد بزرگ نباشه، و اینم ما میکس میکنیم بعدا با گوشت که ما خرید کردیم. برای سس مارینارا، برای اینکه ما دارن یه مدلی درست میکنیم که اونایی که بلند ندارن میتونن در بیارن، ما پیاز رو میایم خود میکنیم، نصف میکنیم و میذاریم کنار برای گذاشتن تو خود بیس سس مارینارا که حالا بعدن محل بعدی با هم نشون میدیم. یه پیاز دیگه ما الان تمیز میکنیم و آماده میکنیم برای گوشت، که زمانی که ما میخوایم گوشت رو تفت بدیم با پیاز تفت میدیم. تو این مدل لازانیا منم یه لایه بادمجون دارم میزنم به همین روش. و اینم بگم درباره سس مارینارا، شما میتونید این سس هم استفاده کنین برای پیتزا، و اگه زیاد درست کنین شما میتونید فریز کنین، حداقل 6 ماه شما میتونید فریز کنین و هر دفعه پوسی درست کنین و میتونین استفاده کنین، حالا برای پاستا باشه یا برای پیتزا. یه چیز دیگه هم بگم اینه که سس مارینارا شما میتونین با کرفس و هویج هم استفاده کنین، ولی بازم میگم من که این مدلی که من امروز دارم درست میکنم برای اونایی که بلند ندارن، برای همین دیگه به این روش دارین درست میکنین. این دیگه بادمجون داره آماده میشه و میریم الان برای گریل کردن روی گریدل، که اینا من خریدم از تاتی تو پالادیان، ولی شما میتونین حالا مایتابه من استفاده کنین. همینجوری به ترتیب اینا میچرخونین و برمیگردونین، گریل میکنین، قشنگ پخته باشه و آماده شد و برمیدارین و برای جدا کردن برای محل بعدی. الان با یه مایتاب تمیز روغن و پیاز رو میزنیم برای آماده کردن گوشت برای لازانیا، بیس لازانیا. گوشت که اضافه کردیم میکس میکنین، قشنگ این میکس شه. و یه ادوایس براتون دارم، شما میتونید یه ذره آب جوش بذارین مثل همین که الان میبینین و قشنگ زود میکس کنین که دیگه این گوشت به هم نچسبه. یه ذره ادویه ایتالیایی میزنین و اینم باز میکس میکنین با یه ذره نمک و فلفل و قشنگ این یه چند دقیقه تفت بدین که قشنگ پخته باشه. منم یه ذره چیلی هم اضافه میکنم، چیلی فلیک، ولی اون دیگه یه چیزی سلیقه است، من دوست دارم یه ذره تندن باشه. منم یه ذره ریحون هم اضافه میکنم، ریحون خوش ولی تازه هم بهتره. اونایی که سیر خور هستن مثل خودم، شما میتونین سیر هم اضافه کنین، پودر سیر. من شخصا دوست دارم، برای همین من همیشه اضافه میزنم، اون دیگه بازم یه چیزی سلیقه است. الان ما یه ذره روبم اضافه میکنیم به اندازه 2 قاشق
و اینم باز میکس میکنیم و آماده میکنیم برای مرحله آخر. اون قاشقی که ما آماده کردیم و اونم میریزیم و قشنگ این میکس میکنیم که آبش هم در بیاد و قشنگ با گوشت مزهش جا بیفته. الان یه 50 گرم کره ما برمیداریم، یه دونه از این بستای کوچیک کره میشه برای آماده سازی سس بشمل. مرحله اول اینشه که ما این آب کنیم، یعنی یه ذره این آب شه این کره. این که الان آماده شد ما میزیم کنار و الان شروع میکنیم به بقیه کارهای بشمل سس، که ما شیر میاریم، 500 میل ما شیر میاریم، بعدش ما چند تا کلوب گارلیک ما اضافه میکنیم با ادویه ایتالیایی و نصف پیاز با نمک و فلفل. و اولین کاری که این باید جوش بیاد، جوش که اومد کم میکنیم شعله، بعدش یه 15 دقیقه رو شعله پایین کم، این یواش یواش جا بیفته و مزهش و این شیر و این از این سیر و پیاز رو بگیره. بعدش که تموم شد شما یه 20 دقیقه میزنین کنار، کنار که گذاشتین وای میسین یه 20 دقیقه. 20 دقیقه که تموم شد شما بعدش دیگه این پیاز و سیر و اینا جدا میکنین و اون شیر رو استفاده میکنین برای مرحله بعدی درست کردن سس بشمل. خب یه قابلمه کوچیک میاریم، اون کره میریزیم توش که آب کردیم با 50 گرم آد، همینجوری میکس میکنیم که یه حالت پیست در بیاد، همینجوری به ترتیب میکس میکنیم که یه حالت پیست ازش در بیاد. خب الان که این حالت پیست شده، ما میایم اون شیری که ما قبلا آماده کردیم یواش یواش یه ذره میکس میکنیم با هم رو همون شعله پایین. این قشنگ میکس میشه و همینجوری اضافه میکنین شیر رو، یه دفعه همش رو نمیریزین، یه ذره که دیدین سفت شد باز دوباره میریزین، دوباره میکس میکنین، میریزین، میکس میکنین که دیگه قشنگ که جا افتاد و قلی شد میزین کنار برای مرحله بعدی. الان گوجه رو میذارین توی مایتبه با روغن زیتون و دوتا پیاز که ما اول ما خود کردیم با نمک و فلفل و عربی ایتالیایی همجوری تفت میدین که قشن جا بیره، حد دقیقه برای 45 دقیقه. پیاز رو در میاریم، سیر رو میذاریم ولی لش میکنیم و قشن میکس میکنیم با هم که بریم برای محل بعدی که گوشت رو اضافه میکنیم و قشن میکس میکنیم با هم. قشنگ که الان جا افتاد مثل الان دیگه آماده است برای لایه لایه گذاشتن. بیس اول همون سس ماریناراست که ما با قاچ و گوشت درست کردیم، بعدش هم یه لایه هم بشمل میزنین، بعد پنیر پارمزن و پوکورینو که من اضافه میکنم، ولی اینجا بگم بچه ها پوکورینو پنیر گوسفنده، اگه دوست ندارین پنیر گوسفند به جاش همون پارمزن استفاده کنین و تا اونجایی که میتونین پارمزن اصلی استفاده کنین و خودتون رنده کنین، بلکه این پارمزن کاله واقعا کیفیتش پایینه ولی من اینجا دارم استفاده میکنم بلکه خودم نداشتم. همینجوری به ترتیب لایه لایه میزنین، دو لایه‌اش هم همون بادمجون گریل شده است. این سس بشمل هم اضافه میکنین هر لایه، این خیلی مهمه و بگم که اینجا بعضیا میگن ریکاتا استفاده کنیم به جای بشمل ولی اصلیش همون با سس بشمله، میتونین دوتاش با هم بذارین ولی من ادوایسم اینه که همون سس بشمل استفاده کنین. بشم به ترتیب میرین تا آخر، لایه آخرش هم همون سس مارینارا با پنیر، بعدش دیگه آماده است برای گذاشتن تو فر و حداقل نیم ساعت باید تو فر باشه. همینجوری به ترتیب لایه لایه میزنین، دو لایه ما بادنجون میزنیم و اینم بگم که این سس بشمل رسیپی اصلیه، یعنی منظورم بزانه با بشمل آماده میشه یا با سس سفید میگن بعضی موقع. بعضیا ریکاتا میخوان استفاده کنن، من مشکلی ندارم، فقط بدونین که به جای ریکاتا بشمل اصلیه. بعضیا هم ریکاتا هم بشمل استفاده میکنن، اون دیگه بستگی به اون تکستر که میخواید در بیارین، ولی اصلیش همون بشمله. همینجوری لایه لایه تا آخر میریم و آخرین لایه‌اش هم سس و پنیر می‌ذاریم، پنیر پارمزان، و می‌ذاریم تو فر برای نیم ساعت تا اون موقع که کریسپی شده و آماده کردن سرو.